بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. بینندگان عزیز، درود و سلام الله بر همه شما باد. خداوند به ما توفیق بدهند که جویای حق باشیم، از خدا دائما بخواهیم که حق را به ما نشان بدهند، پیروی از حق کنیم، بر حق پایدار باشیم و بر حق هم از دنیا برویم. برنامه بازخوانی تاریخ، یک ساعت در کنار هم دیگر خواهیم بود، میهمان شما خواهم بود. در مورد هم طور که موضوع مشخص هست، رؤیای نبی الله دانیال علیه السلام هست و اون چهار وحشی که در خواب میبیند، تعبیرشو خواهیم گفت و چه بسا امکان داره براتون سوال پیش میاد که این رؤیای دانیال نبی چه ارتباطی داره با شرایط امروز ما، برای ما چی درش هست، بشارتی هست، پیشگویی هست در مورد ما، اینو خواهیم داد. اما قبل از این که به این رؤیای دانیال نبی علیه السلام بپردازیم، دو به اضافه اون جنایت هایی که در فلسطین رخ میدهد، دو حادثه باز مهم هست که رخ داده. یکی بحث ترور رهبران، بعضی رهبران حماس بود در لبنان، که در حقیقت هیچ شکی نداشته باشید بینندگان عزیز که همکاری تنگاتنگ حزب الله با اسرائیل در این قضیه هست، امکان نداره، یقین داشته باشید، هیچ گونه شکی نداشته باشید. اینها با هم دیگه همکاری دارن، هم دست هستن، هم فکر هستن، هدفشون یکیست، هدف از بین بردن اهل سنت بوده و کوچاندن هم طور که گفتیم اهل سنت هست. جنایت هایی که در عراق شده، در سوریه شده، در جاهای دیگه انجام میدن، همه بیانگر اینه که اینها با هم همکاری دارن. هیچ شکی نکنید، هیچ شکی در این قضیه نداشته باشید. و اونهایی که فلسطینی هایی که اینها را محور مقاومت میدانن، بگیم که خیلی اشتباه میکنید، واقعا اشتباه میکنید که دشمن خود را به عنوان دوست خود و در محور مقاومت میدونید. کسی مثلا به عنوان مثال حکومت سوریه را در محور مقاومت و بر علیه اسرائیل بدونه، حزب الله تو در این محور ببینه. مسئله دوم بحث انفجاری است که در کرمان رخ داد. با این همه ادعاهایی که شد که ما چرا رفتیم سوریه، برای مبارزه با داعش هست، برای فلان هست، داعش رو از بین بردیم، خب الان ادعا میکنن که بله داعش این کار رو انجام داده، بعضیش گفتن کار اسرائیل هست. همه اینها حقیقتا برای انحراف اذهان عمومی از جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین هست. برای انحراف اذهان عمومی است، اذهان جهانی است، از اون جنایت هایی که رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. و این بازی است که خود رژیم راه انداخته و متاسفانه چندین نفر از هموطنان ما کشته شدن به خاطر بی‌لیاقتی مسئولین و فدا کردن مردم در حقیقت برای یک اهدافی که دارن. خب این خیلی خلاصه من گفتم، ولی اینو یقین داشته باشید که اینها دستاشون تو یک کاسه هست، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. این رژیم ایران و اونی که تو عراق هست، اونی که تو سوریه هست و اونی که تو لبنان هستن، همه با هم یکی هستن و هیچ اختلاف اگه باشه امکان داره یک سری جاها یک سری اختلاف ها در سر تقسیم بعضی به قول مشهور تقسیم کیک یه اختلافاتی بیاد درگیری بشن، اما همه با هم متفق هستن در تقسیم کردن این کیک.
خب حالا بیایم به بحثی که امشب داریم و از بشارت های خیلی خوب هست و امیدوار کننده هست و گفتیم که امکان داره سوال بشه که این رؤیای سیدنا دانیال علیه السلام چه ارتباطی با امروز ما داره، با این جنگی که در فلسطین هست، این همه انسان ها کشته می شوند، این چه خوابی است و چه ارتباطی داره با قضایای امروز؟ تا بدونیم که بینندگان عزیز، آنچه که صهیونیست های امروز، مسیحیایی که از صهیونیست ها صهیونیست تر هستند دارند اینگونه پشت این رژیم غاصب ایستادند، کمک میکنند، از هر لحاظ مالی و برنامه ریزی باشه، اسلحه باشه، دفاع ازشون باشه، تبلیغات براشون باشه، فلان باشه، اینها همه برمیگرده به یک سری تفکراتی که دارن و اون چی که در کتابی که از اون به عنوان کتاب مقدس یاد میکنن. این گونه نیست که همین گونه دارن از این رژیم که خودشون ساختن برای یک هدفی این رژیم رو ساختن بخوان ازش دفاع کنن. حالا بعض امکان داره از دید مادی به این قضیه نگاه کنن، ولی نه، این گونه نیست. و گفتیم قبلا که پروتستانت ها معتقد هستند که بایستی یهود بیان در فلسطین تا اینکه زمینه برای بازگشت مسیح و نزول مسیح و هزاره جدید مسیح آماده کنند، که مسیح میاد و هزار سال حکومت میکنه. این اعتقادشون هست. در برنامه گذشته وقتی که در اون خواب دانیال نبی یادتون هست گفتیم که بخت نصر به تلفظ عربی یا بوخت نصر در خواب دید که یک سنگی اومد، یک مجسمه بود، خب سر از طلا، سینه از نقره و بعد از شکم به پایین تقریبا برنز بود، بعد ساق پا و پاها از آهن بود و پاهاش هم از مخلوطی از گل و آهن بود. بعد یک سنگی اومد، معلوم نبود از کجا اومد، سنگ غیبی بود، زد به این مجسمه، همه چیز رو در هم کوبید، کلن از بین برد. و دانیال نبی علیه السلام تعبیر خوابو براش گفت که حکومت خودش بود، مقدونی ها بودن و بعد هخامنشی ها بودن و بعد رومی ها، که روم شرقی روم غربی. و اون سنگ غیبی که اومد کی بود؟ گفتیم که دین اسلام و نبی آخر زمان محمد مصطفی علیه السلام بود که همه اینها رو از بین برد. و جالب است که اهل کتاب وقتی که این اومدند در ابتدا بر این باور بودند که بله، که مملکت چهارم که از بین رفت، در ابتدا میگفتن بله همین روم هست و میگفتن که اون سنگی هم که میاد و اینا رو از بین میبره، منظور مملکتی است که عیسی مسیح علیه السلام برپا میکنه. این بار دیدن که نمیشه، خیلی طول کشیده. خب و این مملکت پنجم که الان منتظرش بودند، خیلی منتظر این مملکت پنجم بودند و دیدن نمیاد اون مملکت پنجم، این سنگی که میاد اینها رو از بین میبره، نیومد. و یقین داشتن که این مملکت، این سنگ همون آخرین نبی هست که برانگیخته خواهد شد، که از آن به عنوان ارکون و سلام یاد میشه. خیلی جالب هست. در سفر اشعیا فصل 9 اینو میخونیم، صفحه لپتاپ رو داشته باشیم، که میگه برای ما کودکی زاده شد. همه منتظر این کودک هستن. ببینیم تا میاد که صحبت از این هست که برای ما کودکی زاده شده. اجازه بدید تا فرمان من اینو کپیش کنم و بیارمش به
اینجا ببینیم که راحت چون ظاهراً درست مشخص نمیشه. میگه که من این آوردمش زیرا که صفحه لپتاپ برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد. سلطنت اشکال نداد فرمان سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. افزونی فرمان روایی و صلح او را پایانی نخواهد بود. او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد کرد و آن را به انصاف و عدالت از حال تا به ابد استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت. غیرت خداوند لشکرها این را به انجام خواهد رسانید. ممنون تا فرما. در اینجا اهل کتاب منتظر این پیامبر آخر الزمان بودند که البته یک سری تحریفاتی در بین ترجمه فارسی معمولا و ترجمه های عربی هست. اصلا متاسفانه تحریفات زیاد هست و حتی این رؤیاهایی که اومده خیلی جا امکان داره یک سری تحریفاتی توش اومده باشه، اما در حیث مجموع این به حساب رؤیا و این بشارت یا این پیشگویی ها، این مکاشفه، چون وقتی میرید میگی مکاشفه مثلا یوحنا، مکاشفه اشعیا مثلا، مکاشفه، خب تحریفاتی شده. حالا شما در ترجمه عربی چیزی دیگه میخون، در ترجمه فارسی از این ارکون سلام این گونه یاد شده. خب و جالب است که حتی اهل کتابی که هدایت یافته بودند و هدایت یافته اند از قدیم الایام، از زمانی که بعد از اسلام، میبینید از خود سفر اشعیا، کتاب اشعیا، 30 تا بیشتر، نزدیک به 30 تا از بشارت هایی که در سفر اشعیا در مورد آخرین پیامبر اومده خوب جمع آوری کردن و علائمش رو میدونست، همطور که در قرآن هم اومده. و جالب است وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نامه می نویسد، بعد از نامه می نویسند بعد از صلح حدیبیه، و یکی از نامه ها برای هرقل بود، پادشاه روم، که در آن زمان ابو سفیان هم حضور داشت، حالا چه در دمشق بود یا در قدس بوده. خب رأس اهل کتاب و رأس مشرکین اونجا، وقتی که هرقل سوال میکنه میگه این چیزهایی که سوال کردم و جواب درسته، این پیامبر اینجا رو فتح خواهد کرد، اینجا خواهد گرفت. و این گونه شد، این مملکت پنجمی که اهل کتاب منتظرش بودند در این نبوت دانیال علیه السلام اومده بود، اون سنگ غیبی که همه را از بین برد، تحقق یافت. اون مجسمه‌ای که نماد بت پرستی بود از بین رفت دیگه. و هرقل وقتی که از شام بیرون میرفت، از سوره بیرون رفت، از دمشق بیرون میرفت، میگفت که دیگه درود بر تو، دیگه بازگشتی در کار نیست. اینجا بود که اهل کتاب میان کتمان حق میکنن، دچار اختلاف میشن. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. الان اختلاف اهل کتاب و اینکه ایمان نمیان برای چیه؟ آیا به خاطر اینکه بینه براشون نیامده، واضح و آشکار نیست، یا اینکه نه بیجینه اومده واضح و آشکار هست اما نمیخوان ایمان بیارن؟ و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. بهشون بینات دادیم، اختلاف نکردن مگر کی؟ مگر بعد از اینکه بهشون آگاهی رسید، علم کامل داشتن، اما به خاطر سرکشی بود. خب اهل کتاب هم دو دسته شدن، بعضی ایمان آوردن، قرآن ذکر میکنه، و خیلی هم ایمان نیاوردن، خیلی ایمان آوردن، خیلی هم ایمان نیاوردن. اما در مسئله اختلافی که اهل کتاب پیدا میکنن
در مورد رؤیای دانیال نبی علیه السلام در مورد آخرین و یعنی پنجمین مملکتی که در خواب دید که برپا می شود، خب اونها قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا الان قبل از این حرکت مسیحی صهیونیستی معتقد بودند که همون مملکت روم هست، روم شرقی و روم غربی هر دو. اما چرا اومدن اینو انکار کردن و گفتن که نه، اون سنگی که میاد، اون کوهی که ساخته میشه به وجود میاد به جای اون مجسمه، میگن برای هزاره دومی است که زمانی که مسیح علیه السلام میاد، تو اعتقاد مسیحیان هست یا بر اساس اعتقاد یهود که مملکت بزرگ داوود. خب این فاصله چی شد؟ این همه فاصله بین این قدم و این و پا، این هر روز فاصله داره پیدا میکنه. اومدن برای اینکه بتونن بر اساس اون اعتقادی که دارند، اعتقادی که خدا فرمود که از نظر قرآن بغیم بینهم هست، بغی سرکشی است و اختلاف هست، یعنی اینکه میدونن واقعا، اومدن دانیال نبی علیه السلام یک رؤیای دیگه داره، یک مکاشفه دیگه هست، از اونجا یک لوازم یدکی گرفتن که اصلا به آن رؤیای پنج مملکت نمیخوره. اومدن از اینجا یک لوازم یدکی گرفتن، چسبوندن به اون رؤیای اول که در مورد پنج مملکت هست، همون مجسمه که بود سنگی اومد و اینا رو از بین برد و کوه تبدیل شد، که در سفر یا در کتاب دانیال نبی هست فصل هفتم، رؤیای چهار حیوان هست، چهار وحش هست که حیوان چهارم رو از اونجا به عنوان لوازم یدکی برداشتن بردن در اون رؤیای اول که در مورد مملکت بود قرارش دادن. خلاصه این رؤیا رو من بگم، بعد میشه که رؤیا رو با هم دیگه هم ببینیم. خلاصه رؤیا اینه که دانیال نبی علیه السلام گفتیم که در اسارت بابلی، عصر بابلی، پادشاه بابل اونا رو آوردن به از بیت المقدس به بابل، حالا در قصر پادشاه بود و گفتیم شبیه قضیه دانیال نبی، همون شبیه سرگذشت نبی الله یوسف علیه السلام هست. دانیال نبی در خواب میبینه که از دریا چهار حیوان بزرگ، چهار وحش بیرون میاد، هر کدام یک مختلف هستن، یکی که همانند شیر هست اما بالهای شاهین داره، بالهای عقاب داره، دومی مانند وقتی که در میگه دومی مانند خرس بود که سه دنده در دهانش بود، یک قسمت از بدنش بالاتر بود و چه حالا بعد برمیگردیم. سومی میگه که مانند پلنگ بود، وحش دیگر که چهار بال پرندگان داشت و چهار سر هم داشت. دقت کنید، حیوان سوم میگه که پلنگ بود، مثل پلنگ بود، خب چهار سر داشت و چهار بال پرنده داشت، بعد حکومت هم به این میدن. چهارمی میگه که وحش چهارم میاد، این وحش چهارم فرق میکنه، وحشتناک هست، بسیار هم نیرومند هست، دندانهای بزرگ آهنین داره. حالا چون در اینجا دندان آهنین داره
اینجا گفتم ها، پس این دندان آهنین مثل پای آهنین، مثل ساق آهنین. خب بعد این وحش میگه که خیلی واقعا وحش بوده، با وحش های دیگه فرق داشت، خیلی وحشی قدرتمندی بوده، نیرومندی بوده، 10 شاخ داشته. خب تا آخر این قضیه میاند اینو به حساب میگیرند و از آن به عنوان برای اینکه اون مملکت پنجمو قرار بدن. خب این وحش چهارم که میاد یک شاخ کوچیکی در میاد، حالا فقط من خلاصه شو بگم، این وحش چهارم این شاخی که در میاد بعد چشم انسان و دهان انسان داشته، کفر میگوید، کارهای نادرست انجام میده، بعد نهایتش به وسیله قدیسین از بین میرود. اما باقی حیوانات، اون باقی حیوانات دیگه از بین نمیرند، که خود دانیال نبی علیه السلام در این خواب تعبیرشو میگه که چیه این 10 تا شاخ، این وحش بزرگ با 10 شاخ، بعد یک شاخی بیرون میاد. خب میاد تعبیرشو میگه، میگه که اون 10 شاخ 10 تا مملکت، 10 تا پادشاه میاره به عنوانش. حالا امکان داره بعضی وقتها حتی این عدد فقط به عنوان رمز هست، یه وقتهای عدد به عنوان رمز هست، و این شاخی که بیرون ماد و 3 شاخ دیگه رو از بین میبره، سخنان کفرآمیز میگه. و گفتیم نهایتاً هم میگه که این شاخی که کفر میگه و فساد میکند، کلمات کفرآمیز میگه، توسط قدیسین سربازان الله نیر از بین میره، اما باقی حکومت ها، اون وحش ها از بین نمیرن، اما قدرتشون رو از دست میدن. اجازه بدید بینندگان عزیز تو من یک کمی با هم قضیه را بیشتر بازش کنیم. ببینیم این سفر دانیال نبی هست، کتاب دانیال نبی، 7 باب 7 هست، فصل 7 هست، خواب دانیال در مورد 4 وحش. خب این خواب رو میبینه، میگه که 4 در رؤیای خود دیدم که هان 4 باد آسمان دریای بزرگ را به تلاطم در میآورند. بعد چی میشه؟ 4 وحش بزرگ که هر کدام با دیگری متفاوت بود، از دریا میاد بیرون. میگه نخستین وحش چیگونه بود؟ مانند شیر بود و بالهای عقاب داشت. بعد بالهاش کنده شد، او را از زمین برگرفتن و مانند انسان بر 2 پایش بر پا داشتن و دل انسان به او دادن. پس وحش اول مانند شیر بود که بال عقاب داشت، بالهاش میریزه، بعد روی 2 پا اونو میسونن و دل انسان بهش میدن. وحش دوم میگه که مانند خرس بود، یک طرفش بلندتر بود، در دهانش در میان دندانها 3 دنده بود. او را گفتن برخیز و گوشت بسیار بخور. بعد وحش سوم است که پلنگ هست، 4 بال پرندگان داشت و 4 سر داشت، حکومت بهش داده میشه. وحش چهارم دیدم که میگه هولناک و روبنگیز و بسیار نیرومند بود و دندانهای بزرگ آهنین داشت. میبلعید و خرد میکرد و باقی مانده را لگدمال مینمود. این وحش با همه وحشای پیشین متفاوت، 10 شاخ داشت. این وحش به حساب هولناک و روبنگیز و بسیار نیرومند 10 شاخ داشت. میگه بعد یه شاخ کوچیک دیگری از میان این 10 تا شاخ در اومد. 3 شاخ از شاخهای نخست در برابرش از بیخ کنده شدند. این شاخ چشمان انسان داشت، دهانی که سخنان تکبرآمیز میگفت، کفرآمیز میگفته، سخنان کفرآمیز میگفته. بعد میگه قدیم الایام حکم میراند، خداوند میگه که رو در خواب میبینه. میگه بعد آنگاه، حالا دقت کنید، این
شاخ کوچیکی که بیرون اومده بود و بهش چشمان انسان داده شده بود و کلمات کفرآمیز میگفت. نگاه کنید چی میگه. میگه آنگاه به سبب آوای سخنان تکبرآمیزی که آن شاخ میگفت، میگه به نگرزن ادامه دادم، آن وحش کشته شد و بدنش نابود گشته، به آتش سوزان سپرده شد. اما در خصوص وحش های دیگر حکومت از ایشان گرفته شد، اما طول عمر تا زمانی و تا وقتی به ایشان داده شد. این وحش، وحش کوچیک، این شاخی که اندان 10 شاخ در اومد، میگه بعد به دستور خداوند توسط قدیسین در اینجا میاره، هزاران خدمتش میکردن، کرور کرور کرورها کرور به حضورش ایستاده، برپا شد، دفترها گشوده شد. بعد حالا حکومت پسر انسان هست، تعبیر خواب دانیال، حالا خودش تعبیر خواب میکنه، خیلی جالب هست. میگه که در همون عالم خواب، میگه کسی اونجا ایستاده بهش گفتم که این تعبیر خوابش چیه؟ گفت آن 4 وحش بزرگ 4 پادشاهن که از زمین برخواهن خواست، اما مقدسین آن متعال پادشاهی را خواهند گرفت و آن را تا ابدالآباد در تصرف خواهند داشت. اون 4 پادشاهی از بین میره و مقدسین الله، سربازان خدا، پیروان دین خدا، پادشاهی را خواهند گرفت، تا ابدالآباد در تصرفشون خواهد بود. یعنی از بین نمیرن دیگه، باقی را از بین بردن، میتونن کنار بذارن. میگه که میخواستم بیدم که قضیه وحش 4 چیه؟ وحشتناک بود، خورد میکرد، باقی را لگدبال کرد. بعد اون 10 شاخ چیه؟ اون شاخ دیگری که اومد، 3 شاخ در برابرش افتادن و اون شاخی که چشم داشت و دهانی که سخنان تکبرآمیز میگفت و بزرگتر از سایرین مینمود، یه شاخ دیگه اومده بود، شاخ 11 از میان این که خیلی ظاهر بود. آن شاخ به جنگ مقدسین رفت و بر ایشان استیلا یافت. یعنی الان اون مقدسین حکومت دارن، اینا تو ابدالآباد هستن، از بین نمیرن، و این شاخ به جنگ مقدسین میره و بر ایشان استیلا یافت. تا اینکه قدیم الایام آمد و داوری به نفع مقدسین آن متعال اجرا شد و زمانی رسید که مقدسین پادشاهی را به تصرف آوردند. دقت کردید الان چی میگه؟ و با شرایط امروز ما این 10 شاخ، حالا خواهیم گفت این شاخ ها، این 4 پادشاهی چی بود؟ میگه که در همون عالم رؤیا دانیال نبی علیه السلام میگه که این پادشاهی، وحش 4 میگه پادشاه 4 است که بر زمین خواهد بود. این پادشاهی میگه با همه پادشاه فرق میکنه، همه جهان رو خواهد بلعید، همه چیز رو سلطه خودش میاره، لگد مال میکنه، خرد خواهد کرد. چون الان ابر قدرت امروز جهان کیه؟ آمریکا. ابر قدرت امروز جهان کیه؟ آمریکا. این وحشی که همه چیزو لگد مال میکنه. میگه اما در خصوص آن 10 شاخ، از این پادشاهی 10 پادشاه برخواهند خواست. و حالا گفتیم میکن داره این منظور از 10 تا اصلا رمز باشه، چون این خیلی کتاب های به صاحب اهل کتاب درش، به خصوص مکاشفات درش رمز و رموز هست و همچنین دوچار تحریف هم که شده. بعد یک پادشاهی میاد، میگه 3 پادشاه سرنگون میکنه و بر ضد آن متعال سخن خواهد گفت. بر ضد الله سخن میگه. شما وقتی نگاه میکنید تمام الحاد و بی اخلاقی و بی دینی از کیه؟ یهوده. تمام اون نظر پردازان کفر و الحاد و بیدینی و کمونیستی و از لینین و فلان و فلان و فلان بگیرید، همه یهود بودند. بر ضد اون متعال سخن خواهد گفت، مقدسین اون متعال را آزار خواهد رسانید و قصد تبدیل زمانها و شریعت را خواهد نمود.
و ایشان تا یک زمان و زمانها و نیم زمان به دست وی تسلیم کرده خواهند شد. تا یک مدتی این شاخ حکومت میکنه، اما دیوان برپا میشه، حکومت ازش گرفته میشه و برای همیشه محو و نابود خواهد کرد. این چیزی که الان خودی چرا خیلی از یهودها، یهودیان در کشورها مختلف، در آمریکا، در جاهای دیگه سخت مخالف دولت یا رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین هستن، چون میدون یعنی کشته شدنشون. دقت کن در اینجا میگه حکومت ازش گرفته میشه، برای همیشه محو و نابود خواهد کرد. آنگاه پادشاهی و حکومت و حشمت ممالک که زیر آسمان است به قوم مقدسین متعال داده خواهد شد. پادشاهیش جاودانه خواهد بود و همه حکومت ها آنها را خدمت خواهند کرد. سرانجام امر چنین است. خب ممنون اتاق فرمان. ببینید الان با توجه، اتاق فرمان خیلی ممنون، ممنون هستیم، با توجه به این چیزی که این رؤیایی که دانیال نبی علیه السلام داشتند و خود دانیال نبی تعبیر خواب را از فرشته سوال کرد، بس کسی اونجا میگه سوال کردم برام گفت که چی میگذرد، حکومت پسر انسان میاد، تعبیر خوابش میاد، همه اینها میاد تعبیر میکنه خود دانیال نبی. دیگه جایی نیست که شما بیایید قسمتی از اینو بگیرید و بخواید بچسبونید به رؤیای اول. حالا بین این دو رؤیا مثلا چه شباهتی بوده که اهل کتاب میخوان نبوت رسول الله و دین رسول الله و این کوهی که به وجود آمده انکار کنند و اون رؤیای از دوم رؤیای دانیال نبی رو گرفتن، اون قضیه چهار وحش هست، اونجا چهار مملکت بود. اینها فقط چون گفتیم که دندونهای آهنینی داشت، اونجا هم پای آهنین بود، ساق آهنین بود، گفتن که مملکت چهارم، اونجا صحبت از مملکت بود. اما اومدن ببینید چگونه انسان وقتی که نمیخواد حق رو قبول کنه چگونه دچار تناقض میشه، که انسانی که تعصب نداشته باشه متوجه میشه که خیلی اشتباه میکنید، چرا اینقدر انسان متعصب باشه که بخواد حق رو انکار کنه. مملکت هست، خب اینجا چهار وحش هست. بعد مملکت چهارمو گفتن همون مملکت چهارم، این که این وحش چهارم همون مملکت چهارم هست، و گفتن که این مملکت رمز اروپا است که 10 دولت درش هستن قبل از نزول مسیح. خب الان اتحاد اروپا 10 تاست مگه؟ چیزی کلام بیهوده است دیگه. و بعد میگن که پس مملکت پنجم چیه؟ اون مملکت چهارمی که در رؤیای اول بود که مجسمه بود که پاش از ساق، پاش از آهن بود و پاهاش از گل و آهن بود، گفتن اون مملکت چیه؟ منظور اتحادیه اروپاست و این 10 شاخی که اومده منظور 10 تا دولت اتحادیه اروپاست. خب اتحادیه اروپا من بیشتر هست. و بعد اون مملکت پنجم که اون سنگی که اومد و تبدیل به یک کوهی شد میگن چیه؟ هزاره مسیح علیه السلام هست. خب پس تعبیر اون 3 تا حیوانی که بود چی شد؟ 3 حیوان وحش. خب خود دانیال نبی تعریفش کرده، توضیح داده. یا رؤیا را همه بگیر، یا نمیشه که تو تکه تکش کنه طور که خودت خواسته بگیری. حیوانات که میگه که از دریا بیرون اومدن، اون وحش چهارم بر همه پیروز میشه، اما اون ممالک در خواب اول در اساس دوره زمانی بود، اینجا یک بار این وحش بر همه تسلط پیدا میکنه. این حیوانات از دریا بیرون میاد، اما اون مملکت ها مملکت در زمین بود، در مشرق بود. و حیوانات سوم وقتی که میخونیم اون 4 تا وحش که بودن، وحش چهارم وقتی براشون تسلط پیدا میکنه از بین نمیرن. اما
ممالک، اون مملکت های ستایی که شما میگید، آب از بین رفتن. مملکت بابولی ها و هخامنشی ها و مقدونی ها از بین رفتن، اما در اینجا این سه وحش از بین نمیرن، فقط تسلیم وحش چهارم میشن. خب حالا در اینجا میشه مثلا گفت که چون قضیه بر اساس، اجازه بدید بیننده عزیز تا ما اجازه بدید یه 5-3 دقیقه دیگه تمومش کنیم بعد تماس میگیرن، اول برنامه تماس میگیرن، خب اجازه بدید تا صحبت بشه. بعد میتونیم بگیم که این چهار حیوانی که از دریا بیرون اومدن، اون که شکل و شمایل شیر داشت امپراتوری چی بود؟ بریتانیا بود، چون رمز و رموز هست. بحث خرس میاد، خب روسیه، یا بگیم که روسیه کمونیستی بود، شوروی بود. سومی که پلنگی بود که چهار سر داشت و چهار بال، میشه گفتن که بعضیا میگن که کشورهای کاتولیک بودن، شامل فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال بود. خب و یا ببرهای آسیا، 8 کشور ببرهای آسیا. و حیوان چهارم، اون وحش بزرگ هم آمریکاست. اما اون قدیسین که حالا هم آمریکا را هم از بین میبرن، کیان؟ بعد انتظار کشید، بعد انتظار کشید، نمیدونیم. اما در مورد اون شاخی که اومده بود بیرون و فساد میکرد، کفر میگفت، خب اون چی؟ اون با توجه به مکاشفات دیگر و با توجه به احادیث و با توجه به سوره مبارکه اسراء، بدون شک دولت اسرائیل هست. و خود یهود هم اعتقاد دارن که این بلا سرشون میاد، چون در سفر رؤیا باز مکاشفه، کتاب مکاشفه باب 13 باز این اومده و اون وحشی که سرگذشتش میاد. حالا ما تماس رو بگیریم، چون حقیقتا این رؤیاها همه به هم وابسته هست. تحقق این رؤیاها، حتی به دانیال نبی هم گفته میشه که الان زمانش نیست، برای آخر هست، وقت آخر هست، زمان آخر هست. این چی که تو میبینی در مورد شما تحقق پیدا نمیکنه، چون بنی اسرائیل واقعا در اون زمان در ذلت بودن، خاری بودن، در اسارت بودن، امید داشتن که این مشکل اونها، این ذلت و خاریشون، آوارگیشون از بین برود. این خوابها که میبینه، به خیال دانیال نبی به این امید بوده که در مورد بنی اسرائیل هست و نجات آنهاست. اما فرشته بهش میگه که نه، شتاب نکن، هیچی نگو، این مال تو نیست، مال الان نیست، برای آخر از زمان هست. حالا در مورد هم امتش هست و آن چیزی که بر فسادی که یهود میکنه. خب پیام ها رو بگیریم. سلام علیکم، استوب کرده، اینقدر تماس گرفتید بیننده عزیز که همه چیزو هنگ کرد دیگه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. اینقدر خودتون و ما را، خودتون بخصوص. سلام علیکم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. اگه نیم ساعت شما ما اجازه میدادید خوب بود که بعد از نیم ساعت اول دیگه بعد تماسا وصل میشدیم. بله بفرمایید. من وقتی نگاه کردم دیدم شماره شما این زیر نوشته شده، اشتباه کردم، معذرت میخواستم. استاد تمام ویژگی همه ستمگران مالندوزی از انبار ملت ها و زرندوزی و افراط و زیاده روی در هر دنیای آخوندها هم استاد در قبل از انقلاب یک لباس ساده می پوشیدن، اما مردم توجه نمی کردن که انباری که به اسم امام رضاست رو جباول می کردن، ولی در ظاهر با یک لباس مندرس کلاه بزرگی سر ملت گذاشتن. اما وقتی ما قرآن را می خوانیم می بینیم پیغمبران ما انسانهای مؤمن و متعهدی بودند و صالحان هم الگویشان همین پیغمبران بودند که در مالندوزی و انبار زیاده روی و افراط نمی کردن. و حتی همین سلیمان هم که پیغمبر بود و ملک بزرگی داشت اسراف نمی کرد و زرندوزی برای خودش و زن زیاد گرفتن و اسراف در خوردن و شرابخواری و اینها نداشته. این آخوندها استاد وقتی به این مملکت دست رازی کردند اموال مردم را مال خودشان دانستند، اموال بیت المال را به صورت بدی خرج کردند و سر این ملت را کلاه گذاشت. از نعمت الهی شکر نعمت به جا نیاوردند و به جای آن کفران نعمت کردند. استاد خیلی راحت مردم را گول زدند و عوام فریبی کردند و مردم را از راه خدا دور کردند. به جای اینکه مردم خالصانه خدا را صدا کنند مردم را به شرک دعوت کردند. استاد حالا شما برای ما توضیح دهید که همین آمریکا که دندانهای آهنی دارد نتیجه کارش طبق این روایت ها چه می شود و این ملت با این آخوندهایی که در این حکومت هستند نتیجه کارشان آیا در کتابی نوشته شده و یا طبق آیات قرآن؟ آیا این ملت بیدار می شود؟ آیا این دنیا آگاه می شود که توحید چیست و خالصان خدا را صدا کردن چیست و عاقبت ما چه می شود استاد؟ عاقبت آمریکا و این دیکتاتورها چه می شود؟ آیا این دیکتاتوری تا قیامت ادامه دارد یا انقدر ملت ها آگاه می شود که خالصانه فقط خدا را صدا می کنند و از اموالشان برای رضای خدا استفاده می کنند و همه به سمت یک مدینه فاضله پیش می رویم یا نه این فساد تا روز قیامت ادامه دارد و مردم در ناآگاهی و جهل خود باقی خواهند ماند؟ انشاءالله که حداقل مردمی که این شبکه را می بینند به توحید برگردند، اموال دزدی و اینها جمع نکنند، زنا نکنند و در زنگیر گرفتن و هر چیزی که پیغمبران توصیه نکردن را انجام ندن و هر چیزی که توصیه کردن به تعادل انجام دن. این توضیحات را برای ما بدهید تا ما آقایمان بیشتر شود. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد این خوابی که از دانیال نبی بود، چون خواب پنج مملکت و یا چهار وحش، وحش آخر بالاخره شکست میخوره اما از بین نمیره، اما اون یک شاخی که خیلی فساد میکند و کفر میگوید اون از بین خواهد رفت. و خیلی جالب هست، اگر بینندگان عزیز میتونید در بگیم که مکاشفه 13 اگه صفحه لپتاپ رو داشته باشید خودتونم میتونید بخونید. انشالله ما هفته بعد اینو این مکاشفه رو میگیم که وحشی که از دریا بیرون میاد 10 شاخ داشت و 7 سر، اینا برده این چیزیست که مکاشفه یوحناست. خب مکاشفه 13 ممنون تاق فرمان. این اگه بخونید هم میگه که چگونه امتها دنبال این وحش افتادن و این وحش اونقدر هم قدرت ندارن و خود مردم دنبالش هستن. و هم جالب هست در این مکاشفاتی که میاد در مورد از انبیای مختلف بنی اسرائیل همش درش بحث ظلم و فساد میاد و اینکه این وحش این شاخ اونقدر قدرت نداره اما
قدرت رو از اژدها گرفته، از اژدها گرفته و مردم تسلیم شدن و دولت‌های دیگه هم پشتش هستن. این چیزیست که شکی درش نیست، اما این که بگیم که فساد تا انسان هست در زمین هست دیگه. خداوند بهشت و دارالسلام معرفی کرده، اونجاست که دیگه تمییز خبیث از طیب شده کاملا. جهنم برای ناپاکی ها، کفر، شرک، نفاق، ظلم، بهشت مال چیه؟ دارالسلام هست. هیچ وقت در تا زمین هست بالاخره به گونه فساد هست. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم استاد زینی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. استاد یک سوال داشتم، ممکن در چیز برنامه نباشه ولی فقط روز به توضیح بدین خوبه. اینی که میگن دجال به صدا زودتر میاد، آیا دجال که میگن یک چیزیش کوره و چیزا، من شنیدم البته اینا، آیا میگن از اصفهان مثلا ظهور میکنه چیزا، این قدرت های مافوقی که بهش یعنی تعلق میگیره از طرف خدا هست؟ یعنی خدا اینا بهش میده که مردم دوباره گمراه بشن، یعنی مردم از ایمان خودشون برگردن، یا یک امتحان الهیه برای ببینم چقدر باز ایمانشون قویه؟ اینا لطف کنیم به زمانی توضیح بدیم. خدا حفظتون کنیم. خواهش میکنم و انشالله این باسم خواهیم داد. و آن زمانی که صحبت هست اینه که حالا زمین پر از ظلم و فساد میشه، نکنید مرکزیتی که داشته الان کجا برای همه امت‌ها مهم هست؟ سرزمین شام هست، خب، که فلسطین هست، که برای هم برای ما مسلمان‌ها، هم برای یهود، هم برای نصارا از ویژگی خاصی برخوردار هست. و بدین خاطر می‌بینیم که علما میگن که منظور از زمین وقتی که شده، حالا زمین پر از عدلش میکنه یا پر از ظلم میشود، این منطقه جغرافیایی خاورمیانه میشه تقریبا، که این ارتباط داره با قضیه قدس، با مسجد الاقصا، در اینجا مسجد الحرام. این دو در حقیقت مرکزیت داره، ابتدا که مسجد الحرام هست و بعد مسجد الاقصا. مسجد الاقصا، من مسلمان، شما مسلمان، براتون ارزش داره چون مسجد هست و ساخت ابراهیم علیه السلام هست، همون گونه که ابراهیم علیه السلام مسجد الحرام رو درست کرده. نصارا براشون مهم است اون منطقه فلسطین چون محل تولد خداشون عیسی علیه السلام هست. یهود هم میگن که این سرزمین است که خدا به ما وعده داده. حالا یهود و نصارا، نصارا معتقد هستن که باید یهود برگردن در اینجا تشکیل دولت بدن بر اساس وعده‌ای که خدا بهشون داده که شما بعد این سرزمین شما خواهد بود، تا اینکه اینها بیان و فساد کنن در زمین که دیگه مسیح بیاد، که مسیح اینجا بیاد. پس صحبت از زمین که میشه حالا پر از فساد بشه، پر از عدل بشه، این منطقه جغرافیایی خاورمیانه به خصوص در بحث فلسطین اینجا هاست که ارزش ویژه خودشو داره. اما در مورد دجال انشالله که صحبت بیشن، ولی خب به طور کلی دجال با قضیه از فلسطین، از اسرائیل امروز قضیهش جداست. اینجا این دولتی که اینا تشکیل دادن کلن از بین خواهد رفت. حتی در مکاشفات خواهیم خوند که میگه شما را در مصر و عراق به فروش میرسونند، اما کسی خریدار شما نیست. خیلی عجیب هست. میگه شما را به فروش میرسونند، کلن از بین میره این دولت. بر اساس دیدیم که میگه این وحش کلن از بین رفت دیگه، سوخت، ناپدید شد، از بین رفت. و در این مکاشفات داره میگه که مکاشفات دیگه هست، میگه شما را در مصر و عراق به فروش میرسونند، اما کسی خریدار شما نیست. دجال از علائم بزرگ قیامت هست که بعد از عیسی علیه السلام میاد. باز اصفهان در احادیث اومده که هم وقتی که از اونجا میاد 70,000 یهود اصفهان همراهش هستن. حالا اون وقت جمع شدن
این از علائمش است که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادن، اما ارتباطی با این قضیه الان نیست و اون مکاشفاتی که داریم میخونیم اینها ربطی به قضیه دجال نداره. خب پیام بینندگانمون، سوال فقهی بینندمون داشتن، من اولا خواهش میکنم سوالای فقهی رو بفرستید، برنامه فتوا هست که استاد زهرابی، شیخ زهرابی جواب میدن، خواهش میکنم اونجا تماس بگیرید، بهتر بفرستید برای برنامه فتوا. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، بفرمایید. صدا نداریم. خب سوال بینندمون در مورد این بود که قبلا هم صحبت کرده بودن آیه 174 سوره مبارکه که بقره میفرمان که خداوند و اون کسانی که کتمان حق میکنند از اهل کتاب، در کلی کسی که حق و کتمان میکنه، میگه که روز قیامت خدا باشون صحبت نمیکنه و به اونها نگاه هم نمیکنه. دقت کنید، پس صحبت کردن هست و نگاه کردن هم هست. خب بعد میگه در سوره مبارکه هجر، اما برای یک گروه هست، امکان دارید سال بیننده است، برای این گروه نیست. سوره 92 سوره مبارکه هجر میگه که سوگند به پروردگارت از همشون سوال خواهیم کرد، از تک تک اونها سوال خواهد شد. بله سلام علیکم. خیلی ممنون، بفرمایید. بنده مصطفی رضایی هستم، خدمت شما میخواستم بگم که ببینید وقتی از دوستان میان یه سری سوالاتی میپرسن که چنینه چنه، ببینید شما که در میگرید به احادیث اشاره میکنید که حالا یه سری حرفای مدرک خود ضد نقیض میزنید، ببینید اینها باید با علم و مدرک باشن اگر اشتباه نکنم، درسته؟ اولا ضد و نقیض اگه شما لطف بفرمایید، بعد منظور از علم چیه؟ ببینید شما فرمودید که امام معصوم فرموده است که شیعیان احمق هستند. الان صحبت ما نکرده، این قبلا تو برنامه های گذشته بوده، امام گفته، خودش گفته که اگه دلیل بر اثبات دارین؟ ببخشید الان ما در این مورد صحبت کردیم. الان شما ببینید اشلاب بیدمیه. نه ببینید من میگم خدا صبری بده به پدر مادرتون. مسکینا، اینا آخوندا چه کار کردن با این ملت؟ همه رو روانی و دیوونه کردن. خب خدا شفاتون بده. دیگه اگه شما پدر باشید، دیگه خدا رحم کنه به فرزندانتون. سلام علیکم. صدای تلویزیون رو ببندید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. ما در روایت اسلامی نمیدیم قرآن یا حدیثی هنچی، ولی شنیدم که گویا بودن اسرائیل دو دفعه از بین میرن، دو دفعه آخرین دفعه این به طور کلی از بین میرن و هیچی از ایشون نمیمونه از قوم بنی اسرائیل. اگر این طور علمه هست، این دفعه آخر اتفاق افتاده یا خیر؟ اگر میفتاده، اگر آینده اتفاق میفته، این محبت بفرمایی جواب شده من. انشالله انشالله، بارک الله. نه کنید، نه، در سوره مبارکه اسراء اول جزء 15 خداوند به بنی اسرائیل ابلاغ کردن که شما دو فساد بزرگ در زمین میکنید. خب فساد اول که انجام دادید پراکنده میشید تو زمین، بعد زمانی که فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ در همین سوره مبارکه
در همین سوره مبارکه اسراء آخرش میخونیم که فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا. وقتی که اون وعده دوم میخواد تحقق پیدا کنه که میخواد فساد کنید، اون وقت میگه چی؟ شما را میاریم بار دیگه، جمع میشید. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض. این قبلا ما توضیح دادیم، جئنا بكم لفیفا، این لفیفا، این صفحه لپتاپ رو ببینید، این سوره مبارکه اسراء هست. میگه که بعد از اینکه غرقش کردیم فرعونو، بعد میگه که بعد از موسی به بنی اسرائیل گفتیم که در زمین شما پراکنده بشید، وقتی که وعده آخری میاد شما را از همه جا جمعتون میکنیم. بله بفرما برادر. علیکم السلام و رحمت الله. شب شما بخیر. خیلی ممنون، خواهش میکنم بفرمایید. من میخوام آقای حسینی در برنامه‌ای که خودتون به تنهایی اجرا میکنید یا با آقای موحد، آیا در مورد موضوعات دیگه، مثلا فرض به مختصر میگم که وقتی برنامه رو نگیره، فرض کنید سوالاتی در مورد شیطان، این شیطان، قدرت شیطان، اینا را میشه مطرح کرد و پرسید یا نه صرفا در موضوع همون برنامه که شما مطرح میکنید فرانسه ها مطرح میشه چیزی مطرح میشه. ممنون میشم آقای سینگی اگر که در این خصوص جواب بدید یا بتونیم سوالات من شما بپرسید. انشالله. تشکر جناب. خواهش میکنم. اشکال نداره. سوال کنید. اینم در اون محدوده ای که در قرآن ذکر فرموده چه اشکال نداره، ما جوابش میدیم. پس قرآن جالبه، از این شماره خیلی شماره جالبیه، یکی زنگ میزنه میخنده، صدای عجیب و غریب در میاره، یکی سوال از شیطان میکنه. خلا قرآن میفرمایند که وقتی که وعده آخری میاد شما را جمع میکنیم، یک جا جمع میشید و فساد میکنید. حالا وقت فساد کردنتونه که اون وعده دوم هست، وعده دوم که فساد کردید، بر همین اساس این خوابی هم که از مکاشفات یوحنا هست و مکاشفات در سفر اشعیا میخونیم، دانیال نبی میخونیم، انبیای دیگه میخونیم، میبینیم که هلاکت بنی اسرائیل هست، اونایی که جمع شدن کلن از بین میرن. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد حسین هستم از شهر مزار با شما کردم. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. استاد گرامی، میخوام که در رابطه ای که در صفات الله متعال چی دست یافت؟ بله بله میشنوم، بفرمایید. میشنوید؟ بله بله صداتون دارم. بله. ترجمه و چیکن تفسیر کنه از طرف سلام. ان شاء الله بحث ما نیست، ولی خب اشکال نداره ان شاء الله بحث عقیدتی جوابش بدم، چون آخر برنامه هم هست. خواهش میکنم نه کنید، اسماء و صفات خدا ما ایمان داریم، خدا به ما امر کرده، خودش معرفی کرده با این اسماء، با صفاتی که داره. وقتی گفته من علیم هستم یعنی علم داره. خب من نمیتونم بیام علم خدا رو تحویل کنم، مثلا چرا تحویل کنم؟ مگه ذات خدا برای من مشخص هست؟ نه. هر کی میاد تحویل میکنه دچار این تناقضات میشه. مثلا میگن که ما میخواییم که شبیه مخلوقش نکنیم. خب خدا هم ذات دیگه، خدا علم داره، حیات داره، آیا حیات خدا، زندگی خدا مثل زندگی من و توست؟ میگه نه. خب خب باشه، باقی صفات خدا هم همین گونه، علم خدا. پس آن گونه که قرآن ذکر کرده ما ایمان میاریم، رسول الله ایمان آوردن، اصحاب همینو میدونستن، قبول کردن.
چطوری ما قبول نکنیم؟ چه ما بگیم باید تعویلش کنیم؟ برای چی تعویل کنیم؟ لیس کمثله شی، هیچی مثل خدا نیست، شبیه خدایی چی نیست، مثل شبیه نداره الله سبحانه و تعالی. و او شنوا و داناست و هو سمیع البصیر، سمیع هست، شنواست و بصیر هست. پس دقت کنید، آنچه که خدا خود را به اون ستوده یا رسول الله فرموده ما ایمان میاریم، بدون که بیایم کیفیت. ما کیفیت ذات خدا که نمیتونیم بگیم خدا مثل من و توست که، خب ذاتش هم به همین صورت دیگه نمیتونیم پاسخ بدیم. معذرت میخوام بینندگان عزیز، چون دیگه آخر برنامه هست، معذرت میخوام. خب حالا در مورد و هو معکم، نگونه هر جا اومده قبل صحبت از علم خداست. به عنوان مثال اتاق فرمان، من معذرت میخوام که وقتمونم تموم شده، فقط من یک آیه رو بیارم بیننده عزیزمون نشونش بدم که وقتی صحبت از علم خدا هست، و هو معکم اینما، بله نکنید کجاست این، و هو معکم اینما کنتم، اینه به عنوان مثال دقت کنید. این سوره حدید هست، ببینید، هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. خدا همه چیز میدونه، میگن چیزی که در زمین فرو میره، از زمین بیرون میاد، به آسمان ها میاد، از آسمان ها پایین میاد، همه خدا میدونه. و هو معكم اينما كنتم، خدا با شماست. صحبت از علم خداست دیگه، صحبت از علم خداست. والله بما تعملون بصير، بصير هست اون چیزی که شما انجام میدید. پس اینجا صحبت از علم خداست، این معیت، یک معیت تقرون ممنون، یک معیت عمومی داریم که خداوند با علمش، با علمش با همه ماست، هیچ کدام از ما خارج از علم خدا نیستیم. یه معیتی است که ان الله مع محسنین، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ان الله معنا كلا ان معي ربي، معیت خاص که شامل لطف و نصرت و کمک و محبت و گشایش امور هست که خاص بندگان مؤمن خداست. دقت کنید، پس یک معیت خصوصی است، یک معیت عمومی است. یا اینکه سوره مجادله ببینید، یک آخرین آیه میفرمان که الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، مگه نمیدونی که خدا هر چی که در آسمان ها و زمین است میدونه؟ هر نجوایی باشه، پیچ پیچ کنی سه نفر باشن، خدا چهارمیست میشنوه. پنج تا باشن با هم پیچ پیچ کنن، با هم دیگه یواشکی صحبتون، خدا هم میشنوه. کمتر باشه، بیشتر باشه، الا هو معهم اینما کان، مگر اینکه خدا با اونها صحبت هست، علم هست. یعلمو، دقت کنید، الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، صحبت از علم خداست. بعد میگه که ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، بعد خدا در روز قیامت هر کاری که انجام دادیم بهمون میگه. ان الله بكل شيء عليم، خدا به هر چیزی داناست. شروع آیه با علم هست، در وسط هم صحبت از علم هست، آخر هم پایانش با علم هست. پس معیت ممنوع تا فرمان، صحبت از معیت چی؟ معیت علم هست. این گونه آیات عمومی که صحبت میشه، معیت علم هست، خدا با ماست. این معیت هم گفتیم که معیت خاص بندگان مؤمنش هست، انبیا، صالحین، صدیقین، شهدا. اونجا که رسول الله بیار غار خودش ابوبکر صدیق برمودن که ان الله معنا، خدا با ماست، یک معیت خصوصی است، خاص هست. موسی به قوم خودش گفت که کلا ان معی ربی سیهدین، پروردگارم با من هست، راه رو به من نشون میده. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با کسانی است که تقوا دارند و محسن هستند. این معیت پس یک معیت خاص هست، که این معیت شامل انسان های کافر، فاسق، فاجر، منافق، مشرک نمیشه. یه معیت خاص هست و یک معیت عمومی که شامل تمام مخلوقات هست. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض،
هیچی از دید خدا پنهان نیست، همه چیز خدا میدونه. وقتی برنامه‌ام کاملا تموم شد، تا برنامه بعد همه ما در حفظ و پناه الله و مکاشفات دیگه در مورد این وحش و یا اون شاخی که کفر میگوید، اون وحشی که کفر میگوید و فساد میکند، انشالله که در برنامه بعد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.